بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في صوم عرفة: أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. در این شکل نیست برادر اسلام که به ابتداد خطبه گذشته که ما و شما در مورد فضیلت و برتریت دهه ذی‌الحجه صحبت کردیم، اینمی بهترین ایام سال است که الحمدلله ما و شما ای افتر دو سپری میکنیم، و هر قدر که ایام به نهایتش نزدیک شده میره، یعنی به ایمانا که به روز دهمش نزدیک شده میره، و می اندازه فضیلت و برتریت از این ایام هم اوج می گیره. و ما و شما که فعلا در روز ششم ذی‌الحجه هستیم تقریبا، یعنی به این معنا که هنوز هم 4 روز از روزهای ذی‌الحجه الحمدلله باقی هست. پس به می جهت اگر ما و شما دهه ذی‌الحجه را در نظر بگیریم، ما و شما می تانیم که دهه ذی‌الحجه را به 3 بخش تقسیم بکنیم، که هر یک از بخشای ازی از ما و تو مکلفیتها و اعمال صالحه گوناگون را تقاضا میکنه. بخش اول دهه ذی‌الحجه که از اول ذی‌الحجه شروع میشه تا به روز 8 ذی‌الحجه را در بر میگیره، در ای ایام تماما آن نوجوهات خیر و اعمال صالحه را که ما در هفته گذشته در رابطه با او صحبت مفصل کردیم، از پابندی به فرایض 5 گانه در جماعتها، از ادای حقوق و واجبات، از اعمال مستحبه و نفلی، از تلاوت قرآن از مشان گرفته این روزه، و هر آن وجوهات خیری که ما و شما از دست ما میآید، در ای ایام مبارکه ما و شما باید که او را فراموش نکنیم. بخش دوم دهه ذی‌الحجه را برادر اسلام روز نهم ذی‌الحجه در بر میگیرم. روز نهم ذی‌الحجه که من حیث یک یوم مستقل و روز مستقل در دهه ذی‌الحجه شمرده میشه، این روز نهم ذی‌الحجه باز مصادف به روز عرفه میباشد، به جهت از اینکه هر کدام از این از خود باز نام دارد. روز نهم ذی‌الحجه مسما به روز عرفه است. در قدم اول ما و شما در رابطه با فضیلت و برتریت روز عرفه صحبت میکنیم، و بعد از او در رابطه با وظایفی که حجاج کرام در رابطه با عرفه در مراسم حج انجام میتن، و بعد از او وظیفه ما و تو مسلمان در این روز عرفه چی میباشه، و ما و تو از این چی استفاده بکنیم، و چی خیر و برکت برای ما میتن، و بعد از او انتقال میکنیم به بخش سوم ایام ذی‌الحجه که عبارت از روز دهم ذی‌الحجه میباشد. روز دهم ذی‌الحجه که از پرافضلترین روزهای تمام سال است برادر اسلام، این روز هم از ما و شما برخی تقاضاهایی دارد و خواستههایی دارد که ما و شما باید در این ایام و در این روزها این را مد نظر بگیریم. چرا این روزها سپری میشه و بر نمیگرده مگر بعد از اینکه 1 سال مکمل سپری شوه، و تا 1 سال مکمل هیچ کس کس را تضمین کرده نمیتونه که باز که حیات و زندگی داره، کس فضیلت و برتریت از این ایام خود مستفید بسازه. پس روز عرفه که مصادف به روز نهم ذی‌الحجه برادر اسلام،
فضیلت و برتریت از این روز قسمی که در آیات متعدد قرآن عظیم الشان بیان شده، در احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما بیان شده، حتی زمانی که ما و شما در تاریخ اسلام هم بر میگردیم، فضیلت و برتریت از این روز ما و شما مشاهده میکنیم. روز عرفه که مصادف با روز نهم ذوالحجه میباشه، از جمله فضیلت و برتریتش ایست برادر اسلام که الله جل جلاله به این روز من حیث یک روز مستقل برای ما و شما قسم یاد کردگیز در قرآن مجید. و ما و شما بیان کردیم که هر زمانی که الله جل جلاله در یکی از اوقات، در یکی از ازمنه، در یکی از اماکن، در یکی از چیزها و مخلوقات خود قسم یاد میکنه، این دلالت به شرف و منزلت عمو چیز میکنه که تا ما و شما بفهمیم که اینمی چیزی که الله به او قسم یاد کرده از یک عظمت و شرف و مکانت و مرتبت خاص برخوردار است. و یکی از جمله چیزهایی که الله جل جلاله به او قسم یاد کرده، یکی هم اینمی روز عرفه می باشه که مصادف به روز نهم ذوالحجه است. الله جل جلاله در سوره فجر برادر اسلام بعد از اینکه قسم یاد میکنه بل فجر، و فجر اونمو وقت است که شب سپری میشه و روز برای مردمان روی خدا میاره. اینمی وقت سپری شدن شب و آغاز روزه که نو روشنی آفتاب به طرف زمین میتابه، یعنی هنوز آفتاب نبرآمده، روشنی آفتاب به زمین میتابه و ما و شما یه روشنی را از افق احساس میکنیم. اینمی وقت فجر است برادر اسلام، بی حد وقت پربرکت است، بی حد وقت و برها خداوند به این وقت برای موت و قسم یاد کرده. و بعد از او خداوند جل جلاله در سوره فجر برای ما و شما و لیال عشر میگه. و لیال عشر قسمی که ما و شما در هفته گذشته به نزد اکثریت مفسرین ما و شما تفسیر کردیم که مراد از لیال عشر، اکثریت مفسرین اتفاق نظر دارند که مراد از لیال عشر عبارت از امی دهه ذوالحجه میباشد که از روز اول ذوالحجه شروع میشه و تا به روز دهم ذوالحجه را در بر میگیره. و بعد از او الله جل جلاله قسم یاد میکنه و میفهمه که والشفع والوتر، والشفع والوتر، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر. و قسم یاد میکنم به جفت و قسم یاد میکنم به طاق. شفع جفت میگم، وتر طاقه میگم، مثل که ما شما وتر میگم، نماز وتر مقجعت از این وتر میگم که نماز طاقه است دیگه، سه رکات میخوانیم، برخی مذاهب صرف یک رکات میخوانن، یعنی به این معنا که نماز نماز طاقه است. پس وتر طاقه میگم. پس زمانی که ما شما تفسیر شفع و وتر که عبارت از جفت و طاقه است و خداوند به این قسم یاد کرده بعد از لیال عشر که برای ما و شما قسم یاد کرده، نماز زمانی که باز ما و شما نزد مفسرین میریم و از تفسیر کلمه شفع و وتر خدا آگاه میسازیم، در میابیم که مفسرین کرام از اقوال اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم این را برای موضوع بیان میکنه که مراد از شفع عبارت از روز دهم ذوالحجه است، به جهت از اینکه عدد ده عدد جفت است، و مراد از وتر عبارت از روز نهم ذوالحجه است که عدد نو عدد طاق می باشد. پس آن چیزی که خداوند اینجا برای ما و شما به جفت و به طاق قسم یاد می کنه، مراد از جفت عبارت از امون روز دهم است و مراد از طاق عبارت از روز چی می باشد؟ نهم می باشد. یکی از تفسیرات است که اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای موضوع بیان کردن. و آن چیزی که ما و شما از تفسیر از این آیه مبارکه که عبارت از شفع و وتر می باشه ما و شما استنباط می کنیم، عبارت از فضیلت و برتریت روز عرفه که مصادف به روز نهم ذوالحجه می باشه. چرا؟ مادامی که الله جل جلاله به این روز قسم یاد کرده، پس در این شک نیست که باید این روز از یک فضیلت و برتریت خاص برخوردار باشه. و به عین شکل زمانی که در سوره دیگه قرآن مجید ما و شما مراجعه می کنیم که عبارت از سوره بروج است، در سوره بروج هم الله جل جلاله بعد از اینکه بر آسمان قسم یاد میکنه، آسمانی که دارای برج ها میباشه، و السماء ذات البروج و اليوم الموعود و شاهد و مشهود. بعضم زمانی که ما شما در تفسیر کلمه شاهد و مشهود با
به نزد مفسرین ما و شما مراجعه میکنیم و الحمدلله مفسرین کرام خدمتی که در رابطه با تفسیر کلام الله واحد و یگانه از خلال احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلام و از خلال استنباطات اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلام برای ما و شما بیان میکنه، هیچ چیز در آیات قرآن عظیمشان برای ما تو مجمل و پوشیده نمیمانه که نفهمی که شفعت چی را میگن، ای وتر چی را میگن، ای شاهد چی هست، ای مشهود چی هست، نه هر یک از این را برای موضوع بیان میکنن که تا ما و شما در رابطه با کلام الهی کوچکترین غموز و پیچیدگی و پوشیدگی وجود نداشته باشه، بلکه کلام الله واضح و روشن برای ما و شما معلوم باشه. پس باز هم زمانی که ما و شما در کلمه و شاهد و مشهود که الله قسم یاد میکنه به شاهد و قسم یاد میکنه به مشهود، بازم زمانی که مراجعه میکنیم در میابیم که مفسرین کرام آن چیزی که از اصحاب و پیغمبر صلی الله علیه و سلم در رابطه با تفسیر از این آیت که شاهد چی را میگن و مشهود چی را میگن بیان میکنه، مفسرین کرام بیان میکنن برادر اسلام که شاهد عبارت از روز جمعه میباشه و مشهود عبارت از روز عرفه میباشه. مشهود عبارت از روز عرفه می باشد. خب ارتباط روز عرفه با روز جمعه چی است دیگه؟ یعنی چرا خداوند و شاهد و مشهود میکنه؟ قسم یاد میکنه به شاهد و قسم یاد میکنه به مشهود و شاهد برای ما و شما تفسیر میشه به روز جمعه و مشهود برای ما و تو تفسیر میشه به روز عرفه که مصادف به روز نهم ذی الحجه می باشه. اینجا زمانی که بین جمعه و بین عرفه ما و تو جمع میکنیم در میابیم برادرای اسلام که دین مقدس اسلام که آخرین رسالتهای سماوی هست از آدم علیه السلام شروع و به نبی اکرم صلی الله علیه و سلم ختم شده، اینمی دین الهی که یگانه دین پسندیده به نزد الله جل جلاله می باشه، دینمی روز به اتمام رسیده و دینمی روز تکمیل. پس به خاطر فضیلت و برتریت تکمیل از دین که در روز جمعه و در روز عرفه صورت گرفته، اینجاست که یک فضیلت و برتریت دیگه از این روزه برای ما و شما بیان میکنه که آیت قرآن مجید که در سوره مائده الله جل جلاله میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، امروز من دینتان برای شما تکمیل کردم و نعمت خدا برای شما تمام کردم، یعنی به این معنا که نعمتهای گوناگونی که الله جل جلاله در اختیار انسان گذاشته، انسانی که خلیفه الله در روح زمین است و نعمتهای بیشمار خداوند برای انسان اعطا کرده، اینمی نعمتهای خدا با تکمیل این زمین دین برای انسانیت به اتمام رساند. و بعد از او در ادامه آیت الله جل جلاله می فرماید و رضیت لکم الاسلام دینا و من اسلام من حیث یک دین برای شما پسندیدم. اینمی پروسه چی وقت صورت می گیره؟ اینمی پروسه را زمانی که ما شما در حیات و زندگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حین و زمانی که وحی سماوی برای پیغمبر نازل می شد و اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم ای اوقات نزول وحی برای ما و شما بیان می کنند که یکی از چیزهایی که در تفسیر همیشه می شنویم و برخ علما هم برای ما و شما می گن شأن و نزول است. شأن و نزول چی را میگن؟ شأن و نزول اونمو وقت نزول آیت را میگن که نبی آیت در کدام موقف در کدام وقت نازل شده، این با نام شأن و نزول یاد میکنن. و شأن نزول آیات قرآن عظیم و شان هم در فهم تفسیر قرآن عظیم و شان به حد ضرور میباشه. مفسرین کرام برای ما میفرمایند تا با وقتی که مفسر از شأن نزول آیات آگاهی نداشته باشه او حق نداره که آیات قرآن از مشان تفسیر بکنه، چرا بسیاری اوقات تفسیر آیات قرآن از مشان تفسیر کلام الله واحد و یگانه مطابق شأن نزول از او آیات میباشه که او آیات در کدام موقف نازل شده و چی چیز در بر می. پس اینجا زمانی که یکی از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم ای آیت تلاوت میکرد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، یکی از یهودی ها که ای آیت میشنوه برای از او صحابی میفرمایه و میگه اگر ای آیت در تورات ما نازل میشد
در تورات از آن نازل نشد دیگه برادر اسلام، چرا الله جل جلو تورات حفاظت شبه خود یهودی ها سپرده بود که آم متوجه باشن که در این کلام الله تغییر و تخلیف نبیارید. ولیکن یهود نتانست که عزیز مواری براید، نه تنها که تحریف کردن، نه تنها که تغییر آوردن، بلکه آن چیزی که الله جل جلاله گفته بود او را مطابق هوا و هوس خود عیار کردن. و به می خاطر بود که الله جل جلاله این آیت در تورات نازل نکرد، بلکه این آیت در قرآن نازل کرد. چرا قرآن عظیمشان کتاب سماوی کلام الله واحد و یگانه، کتاب قیام قیامت، به مو اصلیتش که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده، به مو اصلیتش که در لوح محفوظ ثبت بوده تا به قیام قیامت به او اصلیتش باقی میمانه. و بشریت اگر علم و معرفتش در ثریا هم برسه، کوچکترین تغییر در این کتاب آورده نمیتاره. و به می خاطر بود که الله رب العزت بر ما میگه الیوم اکملت لکم دینکم. یهود برای از او صحابی میگه اگر این آیت در تورات ما نازل می شد، ما این روز عید می گرفتیم، عید می گرفتیم، یعنی از شدت خوشی ما این روز عید می گرفتیم و جشن می گرفتیم. صحابی کرام برش می گه تو عید می گرفتی، ما می فهم که این آیت چی وقت نازل شده، در کدام وقت نازل شده و به چه حالت نازل شده. این آیت در وقت و زمان نازل شد که حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در میدان عرفات در روز نهم ذوالحجه، در وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حجۃ الوداع تشریف آورده بودند و برای مردم خطاب میکردند، الله جل جلاله آیت نازل کرد برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم در روز جمعه، در روز عرفه و در حجۃ الوداع پیغمبر صلی الله علیه و سلم که اولین و آخرین حج پیغمبر بود، این آیت در او نازل شده. پس روز جمعه هم عید مسلمان ها هست و روز عرفه هم اصلاحیه می باشه عید مسلمان ها می باشه. پس این دو عید است برای ما و تو، و جهت از اینکه عید جمعه عید هفتگی ما و توست، ما و شما در هر هفته یک روز عید داریم که برای تزنمی روز جمعه است که ما و تو جمع شدیم. و به این خاطر است که ما و شما در نماز پیشین روز جمعه ببینید که مانند نماز عید واره نماز میخونیم، دو رکعت میخونیم، خطبه میتیم، با تفاوت هایی که بین نماز عید و بین نماز جمعه وجود داره. غسل میکنیم، کالای پاک میپوشیم، کالای نو میپوشیم، خوشبویی استعمال میکنیم. چرا؟ به جهت از اینکه کل از این چیزها عبارت از اونمون مراسم عید است که مسلمان ها انجام میدن. اما عید عرفه عبارت از عید است که حجاج کرام در میدان عرفه انجام میدن. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که الحج و عرفه، الحج و عرفه، یعنی به این معنی که تمام دار و مدار حج در سر عرفه قائم است. حاجی صاحب محترمی که در میدان عرفه در روز نهم ذوالحجه خدا نرسان دیگه حج از او قبول نمیشه. و این تخطی حاجی صاحب محترم با هیچ چیز تلافی کرده نمیتونه الا که با سال آینده اگر خداوند حیات و زندگیش داد با سال آینده بیایه و حج دوباره اعاده بکنه. الحج و عرفه. پس به این اساس جمله فضیلت ها و برتریت هایی که روز عرفه داره برادر اسلام، یکی هم تکمیل دین مقدس اسلام که دین سماوی و دین تماما انبیاء علیهم السلام است. و یک مسئله را براتون یادآور شوم برادر اسلام که امروز از دان اکثریت ما و شما ادیان سماوی میشتیم. ادیان سماوی ما و تو نداریم، ما و تو دین سماوی داریم، رسالت های سماوی داریم، ولیکن ادیان سماوی نداریم. این غلط فهمی را کوشش بکنید که اصلاح بکنیم برادر اسلام. این غلط فهمی چیزی است که دشمن های اسلام خواسته و ناخواسته در کشورهای اسلامی موضوع ایره انتشار میده و ادیان سماوی میگه که تا در یک وقت و زمان جای یهود هم نزده دعوا بکنه که من دین سماوی استم، نصرانی هم دعوا بکنه که من دین سماوی استم، بگه اسلام هم دین سماوی است، تو هم دین سماوی است، ما هم دین سماوی است، دیگه تو چی حق داری که مرا در دین خود دعوت میکنی؟ متوجه باشین که دین بنزد خدا اسلام است، بس یک دین است. ما و شما ادیان سماوی نداریم، ما و شما رسالت های سماوی داریم. دین آدم علیه السلام اسلام بود، اون از اون وقت اسلام جریان داره. نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، پیغمبر صلی الله علیه و سلم، کلشان یک دین بود که امتداد داشت و تا به امروز موتی امتداد داره و تا به قیام قیامت امتداد داره. یک دین است و او دین اسلام می باشه. و بغیر از دین اسلام الله جل جلاله از هیچ امت، از هیچ ملت دین دیگه را قبول نمی کنه.
خداوند جل جلاله در عهد و زمان موسی علیه السلام به غیر از اسلام دین دیگه را قبول نمیکرد. در عهد و زمان نوح علیه السلام به غیر از اسلام هیچ دین دیگه را قبول نمیکرد. مثل که امروز از ما و تو به غیر از دین اسلام دیگه هیچ دین دیگه را قبول نمیکنه. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. هر کسی که به غیر از اسلام دین دیگه را اختیار بکنه، هر دینی که باشه، یهودیت باشه، نصرانیت باشه، بودایت باشه، زردشتی باشه، کانفیسیوس باشه، شینتو باشه، هر دینی که باشه، خدا نه هرگز او را قبول. یگانه دینی که از ما و تو قبول میکنه دین اسلام است. و تکمیل نظم دین، اتمام نظم دین در روز عرفه، در روز نهم از ذوالحجه است. از یاد ازی که ما و تو از حرمت ازی روز آگاه شویم. مشکل ما و تو اینجاست برادران که در هفته گذشته من هم گفتم که روزهای پر برکت و این روزهای پر حرمت برای ما و شما بیان نمیشه. این روزهای پر حرمت و پر ارزش از پیش ما و تو آنقدر زایه میشه، آنقدر زایه میشه، مثل از این که یخ بگیری در افته و بانی و زایه شوه، این همی قسم ایام و پر برکت از پیش ما و تو زایه میشه. بجهت از این که ما و تو از حرمت از این روز بفهمید، اینه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حرمت از این روزه به حرمت خون مسلمان برابر میکنه، حرمت از این روزه به حرمت آبرو و عزت مسلمان برای ما و تو بیان میکنه، و حرمت از این روزه به حرمت مال مسلمان برای ما و تو بیان میکنه. این همین قسمی که آبروی یک مسلمان پیش ما و تو حرمت داره و عزت داره، جان و حیات و خون یک مسلمان پیش ما و تو حرمت داره و ارزش داره. این همین قسم روز عرفه هم از خود یک ارزش و حرمت. و این از کجا میگیم برادران اسلام؟ زمان که آیه مبارکه نازل میشه و پیغمبر صلی الله علیه و سلم در میدان عرفات هستند و برای مردم خطبه عرفات میگن و برای مردم بیان میکنن، و مردم متوجه باشین، خونهایتان، آبرو و عزتتان و مالتان پیش هر یکتان حرمت داره و ارزش داره، مثل که امروز ارزش داره، مثل که این مکان ارزش داره، مثل که اینمی ماه ارزش داره. ماه ماه ذوالحجه بود، مکان میدان عرفات بود و روز هم روز عرفه بود. میبینه که حرمت روز عرفه را پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حرمت خون مسلمان، مال مسلمان و عزت مسلمان برای موتو قیاس میکنه، که تا موتو بفهمیم که روز از یک حرمت خاص برخوردار است. پس مادامی که روز از حرمت خاص برخوردار است برادر اسلام، ما و تو در این روز چی مکلفیت داریم؟ روز عرفه انشاءالله در خلال از این هفته ما و تو میرسه، انشاءالله و تعالی غالبا شاید روزهای دوشنبه ما و شما روز عرفه باشه، یعنی به این معنا که فردا نه، پس فردا نه، پس فرداش روز دوشنبه انشاءالله روزه. مکلفیت ما و تو در رابطه با روز عرفه اینه، میره اقلا بکنیم برادر خدای نکره تو نه چه که روز عرفه هم در مو بیخبری و غفلت و ساتیری و له و لحب سپری شوه، در حالی که تو پر ارزشترین و پر حرمتترین روزهای سال از دست داری. بسیار جای خسران زمان. و به این خاطر است که الله جل جلو چون از انسان آگاهی داره، قسم میاد میکنه که والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم است به عصر و زمان که انسان از این که خسران چی است. و برادر اسلام که بزرگترین یک روز حرمت و ارزش است از دست تو بره، از این که خسران دیگه چی می باشه؟ آن چیزی که مکلفیت حجاج کرام است انشاءالله و تعالی در اونجا برشان بیان میشه. و باز هم ما و شما مقدما میگیم که مکلفیت حجاج کرام در روز عرفه عبارت از استاد شدنشان در میدان عرفات می باشه، و این رکن اساسی از ارکان حج است. اگر حاجی سایوای محترم در وقت معینی که فقهای کرام برای ما و شما بیان کردن اقلن 10 ثانیه، اقلن 10 ثانیه، یعنی به ایمانه که دونمو موقف خدا برسانه، اگر اینه میره نتانست حجش نمیشه، قبول نمیشه و با هیچ چیز تلافی نمیشه، ولو که صد گاو و گوسفند هم قربانی بکنه حجش تلافی نمیشه برده. اما در رابطه با ما و تو ایتا فکر نکنین که فضیلت و برتریت از این روز تنها برای حجاج کرام است، نه، برای حجاج کرام از خود فضیلت داره و برای موتو از خود فضیلت و ارزش داره. آن چیزی که برای حجاج کرام فضیلت و برتریت داره، پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند که در روز عرفه بیشترین عدد را که الله جل جلاله از آتش جهنم نجات می ده،
بیشترین عدد از مسلمان ها را که الله جل جلاله از آتش جهنم نجات بده روز عرفه می باشد و روز عرفه سخت‌ترین روز بالای ابلیس و بالای شیطان است و در این روز آنقدر شیطان و ابلیس خوار و ذلیل میشه که از خوار و ذلت بالای خود خاک میندازه و در این روز پروردگار عالم بالای ملائکه به انسان ها افتخار میکنه و برای ملائکه میفرماید که ببین ملائکه این بنده های ما از کنج کنج دنیا مال خدا، فامیل خدا، وطن خدا، خوشی خدا، آرامی خدا، همه چیز خدا، مانده لباس خدا، همه چیز از تن کشیده، با یک لباس وشتا، با یک لنگ، با یک چادر، با پای لچ در اینجا آمده در این میدان فقط به خاطر رضایت ما استاد شده. در این روز پروردگار عالم به انسان سر ملائکه افتخار میکنه و در این روز شیطان سخت ذلیل و خوار میشه، شیطانی که در طول سال انسانها را گمراه کرد، در معصیت و نافرمانی انداخت، در این روز میبینه که خداوند چطور رحمتش با جوش میآید و چه قسم انسانها را میبخشه و چه قسم عفو میکنه، خاک در سر خود میکنه، میگه من چقدر زحمت کشیدم و با یک روز خداوند همیشه عفو میکنه. و به خاطر است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که بیشترین عددی که از آتش جهنم در طول سال نجات مییابد یکی هم چی میباشه روز عرفه. اما در رابطه با ما و تو مسلمان ها که تو فکر نکنه که ما و شما از فضیلت و برتریت از این محروم هستیم، نه، خداوند بی حد عادل است و او میفهمه که همه بنده های ما استطاعت و قدرت رسیدن به اونجا ندارن، ولیکن برای ما و تو هم وظایف را پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان میکنه و یکی از وظایفی که ما و شما در روز عرفه داشته باشیم برادر اسلام عبارت از گرفتن روزه عرفه میباشه. ما شما گفتیم که در 8 روز ذوالحجه گرفتن روزه نفل و مستحب است، اما در روز نهم ذوالحجه که مصادف به روز عرفه است برادر اسلام گرفتن روزه عرفه سنت است. خب چرا سنت است؟ به جهت از اینکه فضیلت و برتریت داره، فضیلت و برتریت داره که هیچ روزه نفلی در طول سال، روزه فرضی را نمیگم، فرضی رمضان به جای خود است، از خود مقام و منزلت داره، به غیر از روزه ماه مبارک رمضان در طول سال هیچ روزه نفلی دیگه برابر روزه عرفه رسیده نمیتونه. حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و سلام می فرماید ماذا الله جل جلاله امیدوار هستم، احتسب علی الله انه یکفر السنه التي قبله والسنه التي بعده. ماذا الله امیدوار هستم کسی که روز عرفه رو روزه بگیره خداوند جل جلاله گناه های یک سال قبلش ببخشه و عفو بکنه و یک سال بعد دیگه هم ببخشه و عفو بکنه. این فضیلت و برتریت هیچ روز دیگه نداره. حتی روزه محرم که روزه عاشوراست، روز دهم محرم ما تو روزه میگیریم، در رابطه با فضیلت و برتریت از روز پیغمبر بر ما بیان میکنه که من از الله امیدوار هستم که روزه عاشورا که هم از روزه های سنت است و در وقت و زمانش ان شاء الله تعالی صحبت مفصل میکنیم، من از الله جل جلاله امیدوار هستم که روزه عاشورا گناه های یک سال قبل انسان عفو بکنه و بس. اما در رابطه با روزه عرفه پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرمایه که من امیدوار هستم که یک سال قبلش عفو بکنه و یک سال بعد دیگه ش هم تضمین بکنه، یعنی به این معنا که گناه ها یک سال پیش هم اگر پیش سر بدنه به مرزه روز عرفه چی میکنه؟ عفو میکنه. ولیکن بفهمید چه نوع گناه را برادر اسلام، به این معنا نیست که بلی قرار دیگه بستا در معصیت گناه غرق شی، نماز درک نداشته باشه، روزه درک نداشته باشه، مردم آزاری و خیانت دیگه و دیگه. مولای سیف گفته که روزه عرفه رو روزه گرفته خدا یک سال پیش هم عفو میکنه و یک سال بعدش هم تضمین میکنه، خلاص ما یک روز روزه عرفه رو میگیرم و همه گناه بخشیده میشه. نه برادر، اگر ما تو عقل خود یک کمک واریم و کار بیاندازیم، ما تو هم در حیات زندگی خود امورات داریم، برخ امورات است که یک ذره با او بشی پاک میشه، برخی چیزا با او پاک نمیشه، صابون هم ضرورت داره، یگان چیز با او صابون هم پاک نمیشه، باز تیل مجبور استفاده بکنی، یگان چیز تیل هم سرش کار نمیکنه، باز تیزاب باید بگیره، هر چیز از خود ششتم کردم. پس زمانی که مولوی صاحب از منبر میگه و قول پیغمبر را برات میگه که گناه های روز عرفه گناه های یک سال قبل تا میبخشه و یک سال بعد تا تضمین میکنه، پس تو فکر بکو که روز عرفه کدام گناه را میبخشه، زورش به کدام گناه میرسه و به کدام گناه زورش نمیرسه. پس آن چیزی که فقهای کرام در رابطه با بخشش و عفو گناه ها در رابطه با روزه عرفه میگن گناه های صغیری است برادر اسلام،
که در صورتی که از گناه‌های کبیره اجتناب صورت گرفته باشه و در گناه صغیره استمرار و پابندی وجود نداشته باشه. این کل شروط است. یعنی به این معنا که گناه‌های صغیره که در طول سال از انسان سر می‌زنه به شرطی که انسان گناه کبیره را مرتکب نشده باشه. چرا روزه عرفه زورش به گناه کبیره نمی‌رسه؟ برادرم نمی‌رسه. حتی روزه رمضان به گناه کبیره زورش نمی‌رسه. گناه کبیره یگانه چیزی که زورش میرسه بازو تیزاب است. دیگه او تیزاب عبارت از چیست؟ او تیزاب عبارت از قطره چشمت است. اشک چشمت هم شور است، تیزاب هم شور است. باز او گناه را اشک چشم میبخشه و عفو میکنه که عبارت از توبه و رجوع به دربار الله است. اما گناه های صغیره مثل اول است که روزه عرفه، نمازها، وضو، دیگر مثل که هوا شش پاکش میکنه و ازبر. لیکن به شرطی که گناه‌های کبیره وجود نداشته باشه. برادران با شرطی که در گناه صغیره استمرار وجود نداشته باشه. چرا هر زمانی که در گناه صغیره استمرار و پابندی بیاید گناه صغیره به گناه کبیره تبدیل میشه. برادران به طور مثال امروز یکی از مصیبت‌هایی که دامنگیر ما و شماست برادران، یکی از مشکلات ما و شما است که امروز ما تو بین معصیت و بین گناه و بین آن چیزی که ثواب و مباح باشه فرق نمی کنیم. امروز بسیاری چیزا معصیت است، گناه است، نافرمانی است. اصلا ما تو فکرش نمی کنیم که نمی گناه باشه. اصلا ما تو فکر نمی کنیم که نمی به اسلام معصیت و نافرمانی باشه، در حالی که خود از اون معصیت است و گناه است، نافرمانی است. و یکی از مصیبت هایی که امروز دامنگیر ما و تو هست این موسیقی های مبتذله که در هر جایی که میری حتی مساجد خدا هم از این خالی نمانده است. این موسیقی های مبتذل برادرای اسلام اگر انسان نا آگاهانه و یا آگاهانه یک بار شنید مثلا گناه صغیره است. پس زمانی که با تو روزی روز عرفه را میگیریم، حضور میکنیم، نماز میکنیم، خدا میبخشه. اما یک جناب محترم تو در موبایلت هم موسیقی، در خانه‌ت هم موسیقی، در موترت هم موسیقی، در دکانت هم موسیقی و شب و روزت با شنیدن موسیقی تیر میشه، باز این شنیدن موسیقی ارتقا میکنه به گناه کبیره. باز این گناه بخشیده نمیشه تا با وقتی که تو از این مرض توبه بکنی و تمام سامان آلاتی که در اختیار تو در رابطه با ایست هم میشه به اصلاح ترک بکنی و با پروردگار حرم رجوع بکنی. بعد از او باز اگر کدام جای خواسته و ناخواسته نشیدی، مثل که امروز در اکثریت رستوران بری، هتل بری، دوکان بری، موتر سوار شوی و حتی در موبایل کسی که زنگ بزنی که کارش داری خواسته و ناخواسته تو را موسیقی میشنوانه، خود چی کنی؟ پس این چیزها را زمانی که ما تو انجام میتیم گناهی صغیره، باز خداوند جل جلو توسط از این روزهای عرفه ما و شما را چه میکنه؟ حفظ میکنه. پس یکی از مکلفیت های ما و شما که سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در رابطه با روزه، در رابطه با عرفه میباشه، بعد از گرفتن روزه عرفه است برادران به حد ثواب داره. سنت است، واجب نیست. یعنی به این معنا واجب نیست که حتما تی روز روزه بگیری. یک سنت است، یک ارشاد و راهنمایی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در رابطه با فضیلت و برتریت از این روز است. یک روز است برادران اسلام، یعنی به این معنا که سحری ما و شما در این شب روز تا 4:30 بجه ادامه پیدا، این تا 4:30 بجه ما تو میتونیم که سحری بخوریم و نهایتا زمانی که ما و شما اذان میتیم اذان ما و شما هم 5:30 بجه میشه، نهایتا 13 ساعت است برادر اسلام. این 13 ساعت فقط به خاطر رضا و خوشنودی الله جل جلاله اگر ما تو روزه گرفتیم واقعا توانستیم که از روز عرفه من حیث حرمت است، من حیث ارزشش ما تو تجلیل بکنیم و تا توانسته باشیم در این روز در ذکر و در عبادت و در خیر و در خیرات و در انجام دادن اعمال صالح باشه. اما از جمله امورات واجبه که در روز عرفه باید ما تو متوجه باشیم برادران، عبارت از شروع کردن تکبیرات تشریق است. تکبیرات تشریق، تکبیرات تشریق چی را میگن؟ تکبیرات تشریق از جمله واجبات از برادران که از نماز صبح روز عرفه شروع میشه و 5 روز ادامه پیدا میکنه. و این تکبیرات تشریق عبارت از گفتن الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله و الله اکبر و لله الحمد. بعد از هر نماز فرضی که ما تو با جماعت میخوانیم اقلا یک بار گفتنش با آواز بلند واجب میباشه.
پس یکی از واجباتی که از روز عرفه انشالله و تعالی شروع میشه از نماز صبح عرفه عبارت از گفتن تکبیرات تشریق است و این را در هر نماز انشالله و تعالی ما و شما این تکبیرات را تکرار بکنیم، چرا این هم چیز است که جمله مکلفیت های ما و شما در روز عرفه می باشه. بخش سوم دهه ذوالحجه را برادر اسلام روز دهم ذوالحجه تشکیل میده. یعنی ما شما ذوالحجه را به سه بخش تقسیم کردیم، یکی از اول ذوالحجه تا به عشر ذوالحجه، یکی روز نهم ذوالحجه که عبارت از روز عرفه است و یکی روز دهم ذوالحجه که مصادف به روز عید قربان میشه. متوجه باشین که روز دهم ذوالحجه که مصادف به روز عید قربان است از پر افضلترین تمام روزهای سال می از 365 روزی که ما و شما در یک سال داریم، اینمی روز دهم ذوالحجه پر افضلترین تمام روزها هست. همی قسمی که ما و شما در شبها شب لیلة القدر ما و شما پر افضلترین تمام شبها هست، به عین شکل روز دهم ذوالحجه هم پر افضلترین تمام روزها می باشه. پس مکلفیت ما و شما در روز دهم ذوالحجه چی می باشه؟ در این شکل نیست که حجاج کرام آن چیزی که مناسک در روز دهم ذوالحجه انجام میتن مناسک بی حد زیاد است و به می خاطر است که این روز باز چی میکن؟ روز عید میگرن. متباقی مسلمان ها در سراسر زمین این روز چی میکنن؟ عید میگرن. مکلفیت ما شما در رابطه با روز دهم ذوالحجه که مصادف به روز اول عید قربان دو چیز میباشه برادر است. اولین مکلفیت ما و شما در روز دهم ذوالحجه عبارت از ادا کردن نماز عید است. نماز عید بالای تمام مسلمان ها در سراسر جهان از جمله واجبات است که در روز دهم ذوالحجه باید انجام شود. اما حجاج کرام چون اونا مصروف مراسم حج می باشند بالای حجاج نماز عید نیست برادر اسلام. اینطور نیست که باز حج بری و باز در روز دهم ذوالحجه بگی نمازی. نه نماز عید بالای حاجی صاحب نیست. روزه عرفه بالای حاجی صاحب نیست. چرا؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم زمانی که در رابطه با فضیلت و برتریت روزه عرفه بسیار بیان کردند و زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حجۃ الوداع بودند در روز عرفه، مردم ایتو فکر کردند که شاید پیغمبر روزه داشته باشه، ولیکن زمانی که یک جام شیر برای پیغمبر پیش کردند، پیغمبر پیش روی همگی خورد و فهمیدند که پیغمبر در این روز روزه نداره. و می خاطر است که فقهای کرام بر ما میگه که گرفتن روزه روز عرفه برای حاجی صاحب مناسب نمیباشه، چرا حاجی صاحب امورات بی حد زیاد را انجام میده که بالاتر از ارزش روزه روز عرفه می باشه. اما برای ما و تو مسلمان ها روزه عرفه گرفتنش سنت می باشه. اما در رابطه با روز دهم ذوالحجه که مصادف با روز اول عید قربان می باشه، اولین مکلفیت ما و تو اشتراک در نماز عید است برادر اسلام. نماز عید از جمله واجبات است و اولین چیزی که ما و شما در این روز انجام میتیم عبارت از نماز عید میباشد. در رابطه با نماز عید و عید قربان ما و شما میگیم که انشالله و تعالی در روز دهم ذوالحجه که غالبا انشالله مصادف به روز سه شنبه ما و شما میباشد، باید که ما و شما آداب عید هم مراعات بکنیم برادر اسلام. و از جمله آداب عید قسمی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما بیان میکنه، چون نماز عید یک اجتماع بزرگ مسلمان ها میباشه و به جهت از اینکه مسلمان ها یکی در پهلوی دیگر قرار میگیرند و هر کدامشان از زیبایی منظر یک دیگر به اصطلاح چی کنند حظ ببرند و خوش شوند، به می خاطر است که جمله سنت های نماز عید قربان یکی هم غسل کردن است برادر اسلام، که انسان غسل بکنه و انسان به اصطلاح کالای پاک و کالای نو خود بپوشه و بتانه به اصطلاح مردها عطر استعمال بکنند. اما در رابطه با گرفتن ناخن ها و گرفتن موی های بدن قسمی که ما شما در هفته گذشته گفتیم، کسایی که اراده قربانی را دارن اونا باید که موی های بدن و ناخن های خود در روز اول عید پیش از نماز نگیرند، قسمی در ده روز ذوالحجه نمیگرفتن تا با وقتی که باز قربانی خود کردن خون قربانیش از زمانی که در زمین ریخت بعد از او باز بهتان ناخونها و مویهای بدن خود بگیرن. اما کسایی که اراده قربانی را ندارن پس اونا میتونن که بهتان مویهای بدن خود و ناخونهای خود قبل از اینکه در نماز بیان من حیث از اینکه پاک و نظیف شون اونا بگیرن. از جمله سنت های آداب عید قربان یکی هم ای از برادر اسلام که ما و شما پیش از نماز عید چیز نخوریم. سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در عیدها ای بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در عید فطر همیشه قبل از اینکه در نماز عید خارج می شدند در عید فطر چیز می خوردند و غالبا رسوا چند تا خرمای تناول می کردند. اما در عید قربان سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که ما و شما چیز نخوریم، یعنی به این معنی که بدون از اینکه چیز بخوریم ما و شما بیایم نماز عید ادا بکنیم. بعد از او اگر ما و شما اراده قربانی را داشتیم پس خوردن خود ما و شما به تعویق بندازیم تا با وقت قربانی ما
مذهب همیشه از گوشت قربانی خود ما و شما بخوریم و این سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. و اگر قربانی نمیکنیم بعد از اینکه از نماز رفتیم باز ما و تو میتونیم که چیز بخوریم. اینا هیچ وقت ما و شما به نام روزه نمیگیم برادر اسلام. چرا بسیاری مسلمان ها فکر میکنه که روزه روز اول عید قربان، در عید قربان روزه نیست برادر اسلام، این یک سنت یک آداب عید قربان است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم انجام میدادند که قبل از رفتن به نماز عید چیز تناول نمیکردند و بعد از اینکه نماز عید ادا میکردند بعد از او باز قربانیشان ذبح میشد، بعد از او از گوشت قربانی خود میکردند. پس اولین مکلفیت ما شما در روز دهم ذوالحجه عبارت از اشتراک در نماز عید میباشد و کوشش بکنیم که انشاءالله و تعالی وقت و زمان هر قدر وقت در نماز عید تو این به مو اندازه اجر و ثواب به حد زیاد داره و کوشش بکنیم که در رفتن و در آمدن خود هم متوجه باشیم، چرا سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در رابطه با رفت و آمد عیدها این میباشه که همیشه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در عیدها از یک راه به مسجد می آمدند و از راه دیگه به طرف خانه خود می رفتند. این هم سنت پیغمبر است که ما و شما چی بکنیم؟ احیا بکنیم. بعد از اینکه نماز عید ادا شد و در رابطه با نماز عید انشاءالله در وقت و زمانش ما شما صحبت مفصل میکنیم که نماز عید چه قسم ادا میشه، مکلفیت دوم ما شما در روز دهم ذوالحجه چی هست؟ مکلفیت دوم ما شما در روز دهم ذوالحجه که عبارت از روز اول عید قربان میباشه، بهترین عمل و پسندترین عمل و محبوبترین عملی را که انسان بعد از نماز عید انجام میده و الله از بنده خود قبول میکنه عبارت از ریختاندن خون قربانی است. قربانی یک عبادت است، قربانی بهترین یک عبادت است که ما و شما با دربار الله تقرب حاصل میکنیم. پس به این خاطر است که فقهای احناف که اکثریت ما و شما الحمدلله به این مذهب هستیم قربانی را برای ما و تو واجب گفتگیستند. بالای کسایی که استطاعت و قدرت دارن واجب گفتند. نظر به حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند کسی که امکانات داره و قربانی نمیکنه، کسی که امکانات داره و قربانی نمیکنه در مسجد ما دیگه نزدیک نشه. پیغمبر بیزاری خود از او انسان اعلام کرده که امکانات هم داره و قربانی هم نمیکنه. پس نظر به این روایت فقهای احناف قربانی را واجب میگن برادر اسلام. پس یکی از وجیبه هایی که ما و شما در روز دهم ذوالحجه انجام میدیم عبارت از قربانی کردن است. قربانی بالایی که واجب میباشه. مشکل ما و شما اینجاست برادر اسلام که امروز قربانی را با تو من حیث یک عادت فکر کردیم، من حیث یک رسم و رواج فکر کردیم. عید قربان است بری قربانی بکنی دیگه نمیفهمه کی قربانی کنه کی قربانی نمیکنه. قربانی بالای کسی واجب است که شروط واجب پورا کرده باشه. هر زمانی که شروط وجوب قربانی پورا شد بالای قربانی واجب است. مرد هستی، زن هستی، متزوج هستی، غیر متزوج هستی، پیر هستی، جوان هستی، قربانی بالای واجب است که باید قربانی را. امروز بسیاری جوانهای ما الحمدلله امکانات هم داره، پیسه هم داره، سیب دیده کار رو ببینه، دیگر رو ببینه، سیب قربانی چرا قربانی نمی؟ بقا نوزا روسی نکنه چرا قربانی نمیکنی؟ بابه قربانی میکنه، من چرا قربانی میکنم؟ یک دختر جوان ما الحمدلله بسیار پیسه هم داره، چرا بالای زنا قربانی واجب نیست؟ کی گفته که بالای زنا قربانی واجب نیست؟ مشکل موضوع اینجاست که امروز موضوع قربانی را یک رسم و رواج فکر کردیم. یعنی به این معنی که در هر خانه که یک قربانی شد خلاص دیگه از صغیر و کبیر و متزوج و غیر متزوج از همش کنم. نه برادر اسلام، شروط قربانی را براتون میگم و نظر به مذهب احناف که قربانی را واجب گفتند و فقهای سگانه سنت مؤکده که نزدیک به واجب میباشد، سنت مؤکده که نزدیک به واجب میباشد. هر زمانی که شروط بالایت پوره شد قربانی بکو و این قربانی بهترین عمل است که ما شما در روز دهم ذوالحجه که برای در روز اول عید قربان میباشد انجام. شروط قربانی برادر اسلام، مسلمان باشی الحمدلله حقی ما شما مسلمان، بالغ باشی، بالغ به این معنی که جوان شده باشی، بالای طفل و صغیر قربانی واجب نمیباشد. و اکثریت ما شما الحمدلله بالغ است، مراد از بلوغ جوان باشی. جوان به این معنی که نه متزوج، سن بلوغ متوجه باشین که در اسلام سن 15 سالگی است. تا وقتی که اگر علامات بلوغ ظاهر نشده باشه انسان که 15 ساله شد دختر از بچه از جوان شد همه امورات دین بالایش فرض میشه و واجب میشه. اینمی دختر 15 ساله و 16 ساله ما تو، اینمی بچه 15 ساله و 16 ساله ما تو، زمانی که امکانات مالی در اختیار داره و شروط قربانی را پورا کرده باید که برای گوسفند بخره و قربانی بکنه و یا در گاو و یا شتر اشتراک. امروزی کسا اصلا فکر نمیکنند. اسلام بلوغ یعنی به این معنی که جوان شده باشی و شرط سوم
عقل است. یعنی به این معنی عاقل باشید. چرا؟ شرط تکلیف در اسلام عقل است. هر زمانی که عقل زایل شد دیگه تکلیف هم ساقط میشه. هر زمانی که عقل زایل شد دیگه تکلیف تو هم مکلف نمیباشی. الحمدلله همه ما شما عاقل هستیم. کس ما شما خدا مرستون نیست، کس ما شما دیوانه نیستیم، الحمدلله. مسلمان هم هستیم و بالغ هم هستیم و الحمدلله عاقل هم هستیم. شرط چهارمش برادر اسلام مقیم بودن است. بالای مسافر قربانی واجب نمیشه. مسافر بیچاره همون مشقت های سفر خودش کفایت میکنه. چرا؟ او ذات میفهمه که مسافر در چقدر تکلیف مشقت است. پس بالای مسافر قربانی واجب نمیشه. مقیم باشیم، یعنی که در خانه خود باشیم و یا یکی در جای ما و شما رفتیم در اونجا اقامت گزیده هستیم. مسافر کی را میگن؟ مسافر کسی را میگن که مسافه سفر که اضافه تر از 80 کیلومتر میباشه، از این از خانه خود دور باشه و در او جایی که سفر کرده کمتر از 15 روز نیت اقامت داشته باشه. چرا؟ اگر 15 روز اضافه تر از اون نیت اقامت میکنه، بازو در او مکان مقیم است و قربانی بالایش چی میباشه؟ واجب میباشه. اسلام بلوغ، عقل، مقیم بودن. و شرط پنجمش برادر اسلام استطاعت مالی. استطاعت مالی یعنی به این معنی که توانمندی مالی داشته باشه که گوسفند و بز قربانی را خریداری بکنه و یا در یک گاو و شتر چی بکنه اشتراک بکنه. خوب استطاعت مالی چی هست؟ چقدر مال داشته باشه؟ در بانک یک 50-60 هزار دلار باشه؟ یک 6-7 تا خانه داشته باشم؟ یک 5-6 تا موتر قطار؟ نه برادر اسلام، فقهای کرام برای ما میگن که هر انسان، یعنی به این معنی که متوجه باشید در قربانی نصاب زکات شرط نیست. نگوی من خود زکات نمیتونم قربانی هم باره. نه، زکات از خود حکم داره، قربانی از خود حکم داره، صدقه فطر از خود حکم داره. تو فکر نکن زکات برای ما واجب نیست، گوش بگیره. فقهای کرام برای ما میگن که هر زمانی که یک انسان بر علاوه ضرورتهای اولیه حیات و زندگی خود، بر علاوه ضرورتهای اولیه حیات و زندگی خود این همه قدر مال زیادی می داشته باشه، این همه قدر مال زیادی می داشته باشه که اگر با این مال بره یک گوسفند قربانی را خریداری بکنه، باید با گاو و یا شتر اشتراک بکنه، این همه آدم با مصرف کردن این همه مال غریب نمیشه، فقیر نمیشه، مسکین نمیشه، دستش پیش مردم دراز نمیشه، از گرسنگی نمیمیره، پیش مسجد خیرات نمیخواد. این همه قدر مال که در دستش باشه قربانی بکنه. ببینید که اگر ما تو این شروط بکنیم، ما باور بکنیم که بالای 90% ما تو امروز قربانی واجب است، ولی که اکثریت نمیکنه. گفتم زمانی که شروط پورا میشه، اگر دختر است، اگر بچه است، اگر متزوج است، غیر متزوج است، اگر پیر است، اگر جوان است، بالای همشان قربانی واجب میشه. قربانی پدر از طرف خانم در صورتی که خانم مال نداشته باشه. خانم اگر خودش مال داشته باشه، میراث پدر را گرفته باشه، از کدام جای دیگه کسی برش مال بخشش کرده باشه، خانم از مال خود باید قربانی بکنه. اما در صورتی که خانم مال نداشته باشه و پدر قربانی میکنه، ببینه قربانی پدر از طرف خانم و از طرف اولاد صغیرش در بر میگیره، اولاد کبیرش در بر نمیگیره. اولاد کبیرش خودش پول داد، پیسه داشت، امکانات داشت قربانی بکنه، که نداشت قربانی بالایش واجب نیست. پس قربانی رسم و رواج نیست، قربانی عاده نیست، قربانی یک عبادت است و عبادت شروط زمانی که بالای ما شما پوره میشه، ما تو مجبور و مکلف هستیم که این عمل باید انجام بدیم. قربانی در چه چیز صورت میگیره؟ بدانستم حیوانات و قربانی را پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای ما تو بیان میکنه. قربانی در قدم اول شتر، در قدم دوم گاو و گومش، و در قدم سوم گوسفند و بز. بس دیگه بغیر از این پنج چیزی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای ما تو بیان کرده، شتر، گاو و گومش و گوسفند و بز، بغیر از این چیزا در دیگه چیز قربانی نمیشه برادر اسلام. که تو برو یک فیل مرغ بیاری بگی من قربانی میکنم، آهو را زیر پایت بندازی که من قربانی میکنم، اسب زیر پایت پرتی که من قربانی را میکنم، با اسلام گورخه را زیر پایت پرتی، نه برادر اسلام. قربانی عبادت است، عبادت از خود شروط دارد. و این حیوان هم چه قسم حیوان باشه؟ در قدم اول در خریداری حیوان قربانی چیز به حد مهمه که متوجه باشی سنش است. سنش اتونیست که هر گوسفند زیر پایت انداختی، نه، سنش. شتر از 5 سال کم نه، 5 سال مکمل پورا کرده باشه.
گاو گاو میشه ماش ما دو سال باید کم نباشه، دو سال مکمل پورا کرده باشه. گوسفند از یک سال کم نباشه، یک سال خود پورا کرده باشه. یک امروز ما تو در نقاش میریم و این هم زبشتا کسای به انصاف خاطر از یک گوسفند فروخته شوه، گوسفند 8 ماه و 6 ماه و 7 ماه را با یک ساله برای ما تو میفروشه، میگه 6 ماهش مولوی صاحب گفته جایی است. او برادر محترم مجاور متوجه بود در گوسفند سن گوسفند از یک سال کم قربانی میکنی، گوشت نمیخوری. اگر گوشت میخوری با شش ماه و پنج ماهش هم خوب میشه که بخوری. اگر گوشت میخوایی در یک ماه و دو ماهش هم میشه که بکشی، گوشت شب بخوری و مشکل نیست. لیکن ما تو قربانی میکنیم، قربانی عبادت است. زمانی که ما تو عبادت میکنیم، عبادت با شروطش باید انجام بده. در گوسفند برادران فقهای کرام بر ما تو گفتن که از یک ساله باید کم نباشه، اولین چیز سنش هم مد نظر میگیری. اما در رابطه گوسفندی که 6 ماه و 7 ماه و 5 ماه، 5 ماه خونه 6 ماه و 7 ماه و 8 ماه برای موتو میفروشه، او هم در صورت است که دو شرط داره. دو شرط. شرط اولشی که جناب محترم تو رفتی در نقاش پالیدی گوسفند یک ساله پیدا نکردی، بعد از او باز تو گوسفند 8 ماه یا 7 ماه را میخری، در صورتی که گوسفند هم آنقدر چاق و چله باشه که مثل گوسفند یک ساله واری معلوم شه، زحمت بده خدا تکلیف بده، تو نیست که هر چیز فرد. اول چیز در حیوانات قربانی سن نشمد نظر میگیره. دوم چیز که در حیوانات قربانی متوجه میباشین چند چیز هست. حیوان قربانی معیوب نباشه، مریض نباشه، لاغر نباشه برادر اسلام، یعنی به این معنی که کور نباشه، کر نباشه، لن نباشه، دمش، شاخش، گوشاش از بیخ بریدن نباشه برادر اسلام، معیوب نباشه. برای کی پیش میکنی قربانی را؟ بر رب العزت، به او ذاتی که پروردگار جهان و آسمان و کائنات است، به او ذات تو قربانی پیش میکنی. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوى منکم. به خداوند خون و گوشت قربانی تا نمیرسه، به خداوند اخلاصت میرسه که تو با این رب چقدر اخلاص داری، با این رب چقدر محبت داری. ببین که اگه انسان که ما تو محبت می داشته باشیم و محبت و محبت حقیقی نه، محبت شیطانی، بگی با این محبت های شیطانی خود چقدر مصرف میکنیم، حتی جان خود ما تو از دست میتیم. خب چه فلانی خدا غرغره کرد، چرا غرغره کرد؟ والا نوشته کرده بود که دختر همه خدا دوست داشته مارستی کرده، نه دستو غرغره کرد. جان خدا فدا میکنه با محبت های شیطانی، با این محبت حقیقی رب العزت میره تا اونجا و ارزانترین چیز، بدترین چیز نیست کش کرده میاده که با خدا ما میره. خدا کل مال کی داده بره؟ با کی رجوع میکنی؟ با طرف کی میری؟ لن ینال الله لحومها ولا دماؤها. گوشت و خون قربانی به خدا نمیرسه. آن چیزی که خدا میخواد اخلاص تا. الله جل جلاله از ابراهیم علیه السلام نمیخواد که پسر خدا ذبح بکنه، نمیخواد که فرزند خدا ذبح بکنه، ولیکن محبت ابراهیم میخواد که برای ما تو ثابت بکنه. محبت ابراهیم میخواد ثابت بکنه و به خاطر است که خلیل مسمایش کرد. چرا ابراهیم علیه السلام خلیل میگن؟ به جهت از اینکه محبت خدا در رگ رگ ابراهیم علیه السلام داخل شده بود و برای ما تو نشان داد. فرزندی که در سن 86 سالگی برای یک انسان داده و عصا چوبش می باشه، خدا میگه که زیر پایت پر تو ذبحش بکن. خداوند از ماوتون نمیخواد، فقط ماوتون رو میخواد که محبت ما و اخلاص ما رو بده. پس کوشش بکنیم برادر اسلام که قربانی دینمی ایام آن قدر اجر و ثواب داره، آن قدر اجر و ثواب داره که زمانی که اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم از پیغمبر پرسیدن که در رابطه با این قربانی برای ما چی می باشه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده که در اولین قطره خونش که در زمین میریزه، خداوند گناه های تو را میبخشه و عفو میکنه و در مقابل هر موش برای تو اجر و ثواب میده. اصحاب فرمود که در مقابل پشمشی، گفت در مقابل هر پشمش برای شما اجر و ثواب میده. حالا بیا بیشی پشم گوسفند حساب کن که چند تا پشم است، میلیون میلیارد در مقابل یک گوسفندی که 5000 تا 10000 میخری، میلیارد اجر و ثواب خدا برات تو میده. چی وقت؟ وقتی که قربانی با شروطش در وقت و زمانش صورت بگیره. دینمی وقت و زمان قربانی که بعد از نماز عید روز دهم ذوالحجه شروع و نظر به مذهب احناف تا به روز دوازدهم، یعنی روز ده، روز ده، یازده، روز دوازده تا به غروب آفتاب ادامه پیدا میکنه. دینمی مدت زمانی اگر اینمی قربانی را کردی، در مقابل هر موی و پشمش خداوند برایت اجر و ثواب میده. و غیر از این اوقات که باز اگر صد گوسفند هم کشی، بازی اجر و ثواب برایت. این ایام از یک فضیلت و برتریت خاص برخوردار است.
و به این خاطر است که اجر و ثواب اعمال به حد بعد اعلایش میاد. پس کوشش بکنیم برادران استم که ایام غنیمت بشمارید. ایام به حد پر فضیلت است. هفته ما شما به حد هفته مهم است. آنقدر هفته مهم است که با همین خاطر پروردگار عالم قسم یاد کرده که والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم است به عصر زمان که انسان در خساره و خسران زیان است. از این که در خسران زیان چی؟ که بهترین ایام سال میاید و از ما و تو زایه میشه در لهو و در لهب و در بیخبری و در جان زدن مردم و در غصب کردن زمین های مردم و در مسجد و گرنه. از این که دیگه خسران زیان دیگه چی باشه برادر؟ پس کوشش بکنید که الحمدلله قرآن موتنا مسلم و و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فضیلت از این ایام برای موت بیان کرده و موت را خداوند جل جلاله صحت داده و عافیت داده. کوشش بکنیم که این ایام که ان شاء الله تعالی تا روز سه شنبه ان شاء الله تعالی ادامه پیدا میکنه در طاعت و عبادت الله جل جلاله ان شاء الله تعالی سپری بکنیم و کوشش بکنیم که ان شاء الله تعالی که یک اندازه امکانات مالی داریم قربانی بکنیم و این سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم احیا بکنیم که تا الله جل جلاله از ما و شما خوشنود و راضی شود. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدين والدنيا والاخره والصحه والمال والاهل والبدن. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك. الحمد لله، الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یکی از مسائلی که همیشه در عید قربان مطرح میشه برادران اسلام، قربانی کردن از طرف مرده ها میباشه. در رابطه با قربانی کردن از طرف مرده ها باید یادآور شویم برادران اسلام که قربانی بالای انسان زنده و حی واجب است، اما بالای مرده هیچ چیز واجب نمیباشه. به جهت از یک زمانی که انسان مرد دیگه همه امور از پیش از او ختم میشه. اذا مات ابن آدم انقطع عمله، هر زمانی که انسان وفات میکنه دیگه عملش قطع میشه، دیگه بالای از اون نماز و قربانی و زکات و دیگه و دیگه واجب نمیباشه. پس قربانی آن چیزی که واجب است بالای انسان حی و زنده واجب میباشه، اما قربانی از طرف مرده من حیث یک ایصال ثواب است. مثل از اینکه ما شما یک چهار رکعت نماز نفل میخوانیم خاص از برای الله و اجر و ثواب از او را برای ارواح پدر و مادر خود ما شما ایصال میکنیم، قربانی کردن هم من حیث یک ایصال ثواب میباشه. اما یکی که واجب باشه که من از طرف مرده های خود، از طرف پدر و مرده خود و یا مردن مادر من که مرده و وفات کرده از طرف از قربانی بکنم، بالای من واجب نیست برادر اسلام. و ما در هر وقت و زمان میتونیم که عبادت انجام بدیم، همین قسمی که ما تو در هر وقت و زمان میتونیم که در رکعت نماز نفل بخونیم، تلاوت قرآن عظیم و شان بکنیم، پنج روپی به دست فقیر بانیم و ایصال ثواب به ارواح مادر و پدر و مرده های خود بکنیم، به عین شکل در هر وقت و زمان موتو میتونیم گوسفند بخریم، گاو بخریم، شتر بخونیم، به خاطر خدا قربان بکنیم و اجر و ثواب از او را برای مرده های خود ما شما ایصال بکنیم. چیزی است که فقهای کرام برای ما میگه و علما ما برای ما شما بیان کرده. اما ای که از طرف مرده بالای ما واجب باشه که قربانی بکنیم، وجوب وجود نداره برادر اسلام. و حتی برخی کسایی تو غلط فهمی میکنن، بجای از اینکه خودش امکانات داره، بجای از اینکه امکانات وجوب از سر خود ساقط بکنه و از طرف خود قربانی بکنه، از طرف خود قربانی نمیکنه و این قربانی را از طرف مرده ها میکنه و واجب بالای خودش باقی میمانه. و مثال از این مثال مانند کسی است که ما و شما در نماز پیشین این همه قدر وقت داشته باشیم که چهار رکعت فرض نماز پیشین بخوانیم و در این ورقه وقتی که ما و شما چهار رکعت فرض نماز پیشین هم میخوانیم که نماز دیگر میرسه، ما و شما در این وقت میگیریم یک چهار رکعت نماز نفل خاص از برای خدا بر روی مرده های خود میخوانیم. یعنی به این معنا که وقت فرض گرفتی تو با وقت نفل به اصطلاح چه کردی؟ ضایع کردی. خداوند نفل را قبول نمیکنه تا با وقتی که ما و تو فریضه را انجام ندیم. پس قربانی میتونیم ما و شما از طرف مرده های خود بکنیم، ایصال ثواب است، لیکن در شرطی که
در قدم اول اگر خودت امکانات داری برای خودت بخر و از طرف خود بکو، اگر امکاناتت زیادتر بود باز از طرف از اونها هم علایده بخر خاص از برای خداوند قربانی بکو و یه سال ثواب برای از اونها بکو، و اگر نداشتی اینمی قربانی که خودت میکنی خاص از برای خداوند قربانی تا بکو و یه سال ثواب برای از اونها بکو، خدا و هم برای تو اجر میده و هم برای از اونها اجر و ثوابش میرسونه. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وصل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين الذين يجاهدون في سبيلك حق الجهاد ولا يخافون لومة لائم. اللهم آمن بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. صفحتون برابر بکنین. مؤسسه هنری پیمان فیلم در نظر دارد تا برنامه‌های متعدد اسلامی را به شیوه استودیویی تحت نظر همین علمای کرام تولید نموده و در خدمت تمام رسانه‌های داخلی و نیز از طریق رسانه‌های اینترنتی در خدمت تمام مسلمانان جهان قرار دهد. پس در این امر خیر با ما همکار شده و زمینه تولید برنامه‌های اسلامی را مساعد سازید. اداره مؤسسه هنری پیمان فیلم، حمل 1392. شماره های تماس 0771-28-14 و همچنان 0786-170-996. سکایپ ما paimanfilm.co. در فیسبوک نیز ما را با نوشتن پیمان فیلم به فارسی دریابید. در یوتیوب فقط کافی است بنویسید پیمان فیلم. و همچنان رادیوی اینترنتی و 24 ساعته پیمان را از طریق اینترنت به شکل آنلاین فراموش نکنید. در ضمن این همه سایت اسلامی پیمان هم در خدمت شما هست: www.islampayman.com. در این مسیر خیر با ما همکار باشید.